به مناسبت سالگرد قیام ملی 30 تیر 1331 و سالگرد تأسیس شورای ملی مقاومت در 30 تیر 1360 گفت: ما در شرایطی هستیم که کشورمون در تب و تاب قیام هاست، به خصوص قیام 3 روزه تهران در همین 2 هفته اخیر و همچنین قیام های همزمان در 12 شهر دیگر که هر کدوم از اونها حقیقتا شایان تبریکه. حرف اصلی سرنگونی نظام قاصب و نامشروع آخوندیه که این شورا از ابتدا برای اون تأسیس شده و در 37 سال گذشته برای این مسیر با تمام قوا پیکار کرده و تلاش کرده که به تعهداتش پاسخ بده. در واقع از افشای نقض حقوق بشر در ایران، در ایرانی که تحت حاکمیت آخوندهاست، تا فاش کردن برنامه اتمی مخفیانه این رژیم، تا افشای نیروی تروریستی قدس و شبکه‌های وابسته به اون در هر کجا، در همه این موارد حتما همه یادتون هست که ابتدا این شورای ملی مقاومت بوده که مبتکر، آغازگر و پرچمدار بوده و شرایط به دام افتادن این رژیم رو در این میدان‌ها فراهم کرده. بنابراین ما به دولت‌ها و جامعه جهانی مجدداً یادآوری می‌کنیم که جایگزینی قاطعیت با مماشات، اون هم در مقابل فاشیسم مذهبی حاکم بر ایران، نه تنها حق مشروع مردم ایران است، بلکه ضرورت و تضمین صلح و آرامش در منطقه و در کل جهان هم